به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعالیم یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. این سومین روزی است که دو معلم خبرهای خوشی را از کتاب مقدس توضیح میدهند. خبرهای خوش در کتاب مقدس به پنج سوال انسانها پاسخ می یک، ما از کجا می دانیم خدا وجود دارد؟ دو، چرا در جهان اینقدر رنج و مرگ وجود دارد؟ سه، راه حل مشکل رنج و مرگ چیست؟ چهار خدا از مردم انتظار چه پاسخی را دارد؟ 5. انتظار یک مسیحی از زندگی تازه در مسیح چیست؟ در حالی که به این برنامه گوش می کنید در یک دفترچه یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید عنوان درس امروز این است یک شاگرد راه حل مشکل رنج و مرگ را می داند. کس نمیتواند به تنهایی مشکل رنج و مرگ را حل کند. تلاش های زیادی برای مبارزه با این مشکل صورت گرفته اما موفقیتی نداشته است. شما چطور می توانید بفهمید که خدا مشکل رنج و مرگ را واقعا حل کرده است؟ کتاب مقدس به ما میگوید که خدا به وسیله عیسی مسیح به عنوان واسطهش پنج قدم برداشته تا مشکل رنج و مرگ را حل کند. اولین قدم برای حل مشکل ایسا یک انسان می شود. یک. چرا آمدن خود خدا به نزد ما بر زمین بسیار بهتر از فرستادن یک پیغام رسان است؟ اجازه دهید یوحنا فصل یک آیه یک و آیه چهارده و متا فصل هشت آیه در را بخوانم. در ازل پیش از آن که چیزی پدید آید کلمه وجود داشت و نزد خدا بود او همواره زنده بود و خود او خداست کلمه انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد او ضعف‌های ما را برطرف کرد و مرس‌های ما را از ما دور ساخت عیسی مسیح همان خداست که طبیعت انسانی را بر خود گرفت و آمد تا بین ما بر این کره خاکی زندگی کند وقتی دوست شما برایتان نامه‌ای یا کسی را بفرستد این به هیچ وجه قابل مقایسه با اینکه خودش شخصا بیاید نیست وقتی دوست شما به نزد شما میآید به حرفهای شما گوش می کند در مورد مشکلاتتان با شما همدردی می کند شما را در آغوش می کشد به شما کلمات تسلی بخش می گوید و به شما عملا کمک می کند این همان کاری است که خدای کتاب مقدس برای مردم رنجدیده این جهان انجام داد خدای کتاب مقدس فقط یک نماینده مثل یک نبی به نزد مردم جهان نفرستاد بلکه او خودش آمد او بدون اینکه طبیعت الهی خود را کنار بگذارد طبیعت انسانی ما را بر خود گرفت و تا آنجا که ممکن بود در نزدیکی ما زندگی کرد دو چرا واقعیت تبدیل خدا به یک انسان در عیسی مسیح بسیار برتر از ظاهر شدن خدا به انسان است اجازه دهید فیلیپیان فصل دو آیه پنج الا هفت را بخوانم. شما باید همان طرز فکری را در پیش گیرید که مسیح داشت. او با اینکه ماهیت خدایی داشت اما نخواست از اختیار و حق خدای خود استفاده کند. بلکه قدرت و جلال خود را کنار گذاشت و به شکل یک بنده درآمد و شبیه انسان ها شد. ایسای مسیح چون یک خدای مقتدر در آسمان ظاهر نشد. بلکه او در میان ما چون یک انسان معمولی زندگی کرد. اگر عیسی مسیح فقط در آسمان چون خدایی مقتدر ظاهر میشد، او نمی توانست با ما در مورد مشکلات ترد شدگی، رنج و مرگ در این جهان هم درد شود. در نتیجه ما مردم در این کره خاکی او را به عنوان یک واقعیت در تاریخ انسانی خود نمی پذیرفتیم. اما عیسی مسیح یک شخص واقعی در دنیا و تاریخ ما است. او یک استوره و یا شبهی که برای لحظاتی در آسمان ظاهر شد نیست. او برای بیش از سی سال در بین ما زندگی کرد و هزاران نفر از مردم او را شخصا می شناختند. موجزاتش را با چشمان خود دیدند. تعالیمش را با گوش خود شنیدند. با دستان خود او را لمس کردند و شفا و تازیکی او را تجربه نمودند و او با احساسات وسوسه ها و سختی های زندگی آنها شریک شد راه خدا برای حل مشکل گناه، رنج و مرگ تبدیل شدن به یک انسان بود خلاصه عیسی مسیح مشکل گناه و رنج را با انسان شدن حل نمود او در میان مردم زندگی کرد و با نیازها و رنج هایشان همدرد شد قدم دوم برای حل این مشکل عیسی یک خادم گردید یک چرا آمدن عیسی به عنوان یک خادم به کره خاکی ما بسیار مهمتر از آمدن به شکل یک حاکم مقتدر بود؟ اجازه دهید مرقس فصل ده آیه 42 الی 45 را بخوانم. پس عیسی همگی شاگردان را فرا خوانده گفت: میدانید که پادشاهان و بزرگان این دنیا بر مردم آقایی می کنند ولی در میان شما نباید چنین باشد بلکه برعکس هر که میخواهد در میان شما بزرگ باشد باید خدمتگذار همه باشد و هر که میخواهد از دیگران بزرگتر باشد باید غلام همه باشد من نیز که مسیح هستم نیامده تا کسی به من خدمت کند بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم عیسی مسیح به عنوان حاکم مقتدر به این جهان نیامد بلکه به عنوان یک خادم فروتن آمد. اگر او چون یک حاکم مقتدر به این جهان می آمد، از موقعیت، ثروت و قدرت خود برای مجبور کردن مردم برای خدمت به خودش استفاده می کرد و مردم او را به خاطر دلایل خودخواهانه اقتصادی یا سیاسی خدمت می کردند. اما عیسی مسیح چون یک خادم متواضع آمد. او برای خدمت شدن نیامد بلکه برای خدمت کردن به مردم او کسی را تهدید نکرد ولی تعلیم داد او هرگز کسی را مجبور نکرد بلکه متقاعد نمود او با افراد با نفوذ و نیرومند یا اشخاص مشهور و ثروتمند معاشرت نکرد بلکه با ترد شدگان و گناهکاران آیا هنوز دلیل رنج را به یاد می آورید؟ مردم به خاطر بدون خدا بودن رنج می کشند. آنها مشتاق نیستند که خدای کتاب مقدس را خدمت کنند و مردم به خاطر شرارتشان رنج میکشند و مشتاق خدمت به دیگران نیستند. رنج بسیار زیادی در این جهان وجود دارد چون هیچ کس نمیخواهد خادم باشد. همه آرزو می کنند به وسیله دیگران خدمت شوند. اما عیسی مسیح آمد تا در بزرگترین نیازها و رنجهای ما ما را خدمت کند. عیسی مسیح آمد تا کسانی را که احساس می کردند گم شده بودند بجوید. او آمد تا مردم را از گناهانشان، رنجهایشان و داوری خدا نجات بخشد. راه حل خدا برای مشکل گناه، رنج و مرگ و خادم بودن است. دو، عیسی مسیح برای خدمت چه نمونه ای را به پیروانش می دهد؟ در یوحنا فصل سیزده آیه چهار الا پنج و آیه دوازده پونزده ایسای مسیح پاهای شاگردانش را می شوید. رسم شستن پاهای کسیف مهمانها ها ای بود که توسط پسترین قلام خانه انجام می شود. هیچ کدام از شاگردان نمی از هم کوچکتر باشند و دیگران را خدمت کنند. بر حال ایسا برای آنها نمونه فراموش نشدنی باقی گذاشت و خدای کائنات وظیفه کوچکترین قلام را انجام داد. او چون یک معلم شاگردانش را خدمت کرد. ایسای مسیح بهترین نمونه یک خادم است. خلاصه ایسای مسیح مشکل گناه و رنج را با خادم شدن حل کرد. او نیاز انسانهای خرد شده و رنجور این جهان را در نظر گرفت. قدم سوم برای حل مشکل ایسا بر روی صلیب مرد. چرا باید ایسا در گذشته می مرد؟ اجازه بدهید از عهد عتیق مثالی بزنیم. که مربوط به زمان پیش از آمدن مسیح می گردن. در ابرانیان فصل 9 آیه 7 و آیه 18 22 ما می‌خوانیم که پیمان عهد عتیق تنها با ریخت شدن خون تاثیر پیدا می‌کرد شریعت میگوید بدون ریخته شدن خون بخششی نیست پس به عنوان زمینه برای آینده خدا از قومش قربانی حیوانات میخواست به طور سمبولیک حیوان ذبح شده جای شخص گناهکار را میگیرد هر سال کاهن اعظم با خونی وارد معبد میشد که برای بخشش گناهان خود و همه قوم تقدیم می کرد. با این وجود مردم به خاطر گناهان خود شرمنده بودند و احساس گناه میکردند خون قربانی حیوانات نمیتواند گناه احساس تقصیر و خجالت را بردارد چون حیوانات و انسانها بسیار با هم متفاوتن. قربانی حیوانات تنها یک سمبل بود که به مردم گناهانشان را یادآوری می کرد و به این حقیقت اشاره می نمود که در آینده قربانی کاملی برای گناهان ضروری می باشد. به منظور حل مشکل گناه انسان و رنج او یک انسان می باید قربانی می شود. آن انسان کامل که باید قربانی می شد کیست؟ عیسی مسیح آن انسان کامل بود که باید قربانی شود. بر طبق فیلیپیان فصل 2 آیه 5 الی 8 عیسی مسیح خدایی بود که خود را فروتن ساخت، طبیعت انسان را گرفت و انسانی در تاریخ انسان‌ها گردید. برطبق عبرانیان فصل 4 آیه 15 و فصل 7 آیه 6 الی 27 او کاملا بدون گناه، مقدس، بی‌تغصیر، پاک، جدا از گناهکاران و برای عبادت کامل بود. برطبق یوحنا فصل ده آیه یازده الهیجده او به خواست خود زندگیش را کاملا داوطلبانه تقدیم کرد و بر طبق یوحنا فصل یک آیه بیست و و فصل سه آیه شونزده او تنها انتخاب خدا برای معمولیت مردن و نجات دادن جهان بود. در حالی که خدا به انبیایش در عهد عتیق فرمان میداد تا پیغامش را به گوش قوم برسانند خدا تنها به عیسی مسیح فرمان داد تا زندگیش را برای پاک کردن گناه تمامی جهان بنهد. این مأموریت به هیچ انسان دیگری داده نشد. در تمام تاریخ جهان تنها عیسی مسیح تمام این چهار شرط را داشت. عیسی مسیح انسان است. عیسی مسیح بی گناه است. عیسی مسیح می خواهد بمیرد و عیسی مسیح این مأموریت را از طرف خدا دریافت می کند تا برای گناهان این جهان قربانی شود. سه مشخصه منحصر به فرد عملی قربانی شدن عیسی مسیح را نام ببرید. یک بر طبق عبرانیان فصل 9 آیه 12 عیسی مسیح با خون حیوانات قربانی را انجام نداد بلکه با خون خودش و به همین دلیل فدیه جاویدانی را برای ایمانداران کسب کرد. دو بر طبق عبرانیان فصل 9 آیه 24 عیسی مسیح در هیچ معبد زمینی خدمت نکرد بلکه در معبد آسمانی جایی که او به نیابت از ما مستقیما در حضور خدای زنده خدمت می کند. سه بر طبق عبرانیان فصل 9 آیه 25 26 عیسی مسیح خودش را بارها و بارها قربانی نکرد بلکه او تنها یک بار در تاریخ قربانی شد تا تقصیر، شرم، محکومیت و قدرت گناه را بر خود بگیرد. چرا عیسی مسیح می باید بمیرد؟ یک بر طبق رومیان فصل 5 آیه 6 الی 10 عیسی مسیح می بایست بمیرد تا خشم مقدس و عادلانه خدا را در مورد گناهان ما بردارد گناهان ما ما را دشمنان خدا ساخت اما مرگ عیسی مسیح قربانی کفاری گردید که عدالت و قدوسیت خدا را راضی ساخت مرگ او مجازات گناهان ما گردید اگر خدا گناهان ما را مجازات نکرده بود او نمیتوانست مقدس و عادل بماند. خدای مقدس و عادل کتاب مقدس باید گناه را مجازات کند. مرگ عیسی مسیح برای خدای قدوس و عادل کتاب مقدس این را ممکن میسازد تا ما را عادل بشمارد یعنی گناهان ما را ببخشد. دو، عیسی مسیح باید بمیرد تا ما را به نزد خدا بیاورد و با خدا آشتی دهد. گناهان ما ما را از خدا جدا کرده اما مرگ عیسی مسیح پلی گردید که راه بازگشت به سوی خدا را گشود مرگ او مصالحه خدا با ما گردید اگر خدا ما را با خودش آشتی نداده بود او نمیتوانست بخشنده رحیم و یا پرمحبت باشد خدای رحیم بخشنده و پرمحبت باید گناهکاران را با خودش آشتی دهد مرگ عیسی مسیح این را برای خدای رحیم بخشنده و پرمحبت کتاب مقدس ممکن میسازد. تا ما را با خودش مصالحه دهد یعنی ما را جزو قوم خود بسازد صلیب عیسی مسیح تنها مکانی برای دنیا در طول تاریخ است که عدالت خدا و محبت خدا یکدیگر را در آنجا ملاقات کرده و در هماهنگی کامل با هم می باشند. خلاصه عیسی مسیح مشکل گناه و رنج را با مرگ بر روی حل کرد. قدم چهارم برای حل مشکل عیسی از مردگان قیام کرد. آیا قیام عیسی مسیح واقعا اتفاق افتاد؟ بله، شاهدان عینی مرگ و قیام او و همینطور مدارک باقی مانده از آن زمان از هر واقعی تاریخی ثبت شده در جهان بیشتر است. قیام عیسی مسیح از بین مردگان معجزه خداوند است. معجزات قابل اثبات یا رد به وسیله علوم تجربی نمی باشد. مجزات متعلق به علم تاریخ و حقایق تاریخی بر اساس و وابسته به شاهدان می باشد. برای زندگی، مرگ و قیام ایسای مسیح شاهدان بسیار بیشتر از هر واقعی تاریخی دیگر در جهان وجود دارد. به علاوه ثابت شده که این شاهدان از بالاترین درجه صداقت اخلاقی برخوردار هستند. و شهادت توسط باستانشناسی و مدارک تاریخی غیر مسیح تایید می گردد. اگر عیسی مسیح از بین مردگان قیام نمی کرد، چه اتفاقی می افتاد؟ اجازه دهید اول قرنتیان فصل 15 آیه 17 الی 20 را بخوانم و اگر مسیح زنده نشده ایمان شما نیز بیفایده است و هنوز زیر محکومیت گناهانتان هستید. در این صورت تمام ایماندارانی که تا به حال مردند نابود شدند. اگر امید ما به مسیح فقط برای زندگی در این دنیا باشد از تمام مردم دنیا بدبختریم. اما واقعیت این است که مسیح پس از مرگ دوباره زنده شد. او نخستین فرد از میان کسانی است که در روز قیامت زنده خواهند شد. اگر عیسی مسیح از مردگان قیام نکرده بود آنچه با مرگش انجام داده بود کاملا بی استفاده می گردد. برای افرادی که زنده بودند ایمان داشتن به یک منجی مرده بی حاصل بود. برای افراد در حال مرگ امید به یک منجی مرده بسیار ناامید کننده می باشد. دیگر هیچ امید و هیچ حیاتی پس از مرگ وجود نمی داشت. همه چیز با مرگ پایان می آفد و مرگ فاتح نهایی می گردید. اما عیسی مسیح از بین مردگان برخاست و او زنده است. او زنده است تا کار نجات خود را کامل سازد. در حالی که انبیای دیگر و رهبران مذهبی تمام جهان در قبرهایشان آرامیدند، عیسی مسیح زنده است و در همین لحظه فعالانه برای نجات مردم عمل می کند. نه مرگ جاودانی بلکه حیات جاودانی فاتح نهایی خواهد بود. فواید قیام عیسی مسیح برای مسیحیان چیست؟ رومیان فصل 6 افسوسیان فصل 2 و اول قرنتیان فصل 15 به روشنی تعلیم می دهد که قیام ایسای مسیح فواید زیادی دارد. یکی از بزرگترین فواید آن این است که مسیحیان در همین زندگی زندگی دگرگون شده را تجربه می کنند. فایده بزرگ دیگر آن این است که مسیحیان جسمی کامل و غیر فانی را در قیام همه مردگان در آینده دریافت می کنند. خلاصه عیسی مسیح مشکل گناه و رنج را با قیام از بین مردگان حل کرد. برای مسیحیان قیام او یک زندگی دگرگون شده را در زمان حال به همراه بدنی تبدیل شده در آینده و در زمین جدید تضمین می کند. پنجمین قدم برای حل مشکل ایسا به آسمان صعود کرد. اقتدار و کار ایسای مسیح در آسمان چیست؟ اجازه دهید فیلیپیان فصل دو آیه نه الی یازده را بخوانم. بنابراین خدا او را بینهایت نهایت سرفراز کرد و نامی به او بخشید که از هر نام دیگری والاتر است تا به نام ایسا هر آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است به زانو درآید و برای جلال خدای پدر همه به زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است اجازه دهید من از افسوسیان فصل یک آیه 20 23 هم بخوانم. خدا عیسی مسیح را در برترین مقام آسمانی در دست راست خدا قرار داد. مقامی که برتر از منزلت هر پادشاه و رئیس و سلطان و رهبر این دنیاست. ولی مقام او بسیار شکوه منتر از هر مقام دیگری چه در این دنیا و چه در دنیای آینده می باشد. خدا همه چیز را زیر پاهای مسیح قرار داد و او را مقرر کرد تا رئیس و سرپرست کلیسا باشد کلیسایی که در حکم بدن اوست و اجازه دهید اول قرنتیان فصل 15 آیه 25 الی 26 را هم بخوانم زیرا سلطنت مسیح تا زمانی خواهد بود که همه دشمنان خود را نابود سازد آخرین دشمن او مرگ است که آن هم باید نابود و مغلوب شود عیسی مسیح بعد از قیامش از بین مردگان به آسمان صعود نمود. به او بالاترین مقام و برترین اقتدار در تمام کائنات داده شده است. او خداوند و پادشاه و حاکم تمام کائنات است و بر تمام کائنات حکومت می کند تا روزی که همه چیز در زیر پاهای او قرار بگیرد. یک روز همه در مقابل او چه مشتاقانه چه غیر مشتاقانه زانو خواهند زد و میگویند که او خداوند است. عیسی مسیح همچنان سر تمامی ایمانداران در همه کلیساها ها او با لطف و توجه به کلیسا بر تمام جهان حکومت می کنند. او با کلامش که در کتاب مقدس ثبت کشته و به وسیله روح القدسش که در قلب ها و زندگی مردم کار می کنند و به وسیله فرشتگان که از قومش محافظت می کنند و مخصوصا داوری خدا را بر جهان مقرر می کنند بر این جهان حکومت می کنند. کار ایسای مسیح در داوری نهایی و در احیای خلقت به اوج خود می رسد. تنها مسیحان حقیقی و عدالت در زمین جدید ساکن می گردند. کار مخصوص ایسای مسیح در حال حاضر چیست؟ اجازه دهید ابرانیان فصل 7 آیه 25 را بخوانم. بنابراین قادر از همه آنانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند به طور کامل نجات دهد و چون همیشه زنده است پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت می کند. یک کار مخصوص عیسی مسیح در حال حاضر این است که مردم را کاملا نجات بخشد. بنابراین او برای آنها دعا می کند. در بحرانهایشان به آنها کمک می کند و با آنها همدردی می نماید. در رومیان فصل 8 آیه 28 29 او تضمین می کند که هیچ ایمانداری در او هرگز به وسیله خدا محکوم نگردد که هیچ ایمانداری در او کمبودی برای چیزهای واقعا ضروری نخواهند داشت و هیچ ایمانداری در او هرگز از محبت خدا جدا نخواهند ماند این کار عیسی مسیح در همین لحظه در حال تحقق یافتن است همین حالا عیسی مسیح دعا می کند که شما نیز او را بشناسید نجات بیابید و در زندگی تازه و فوقلاده او شریک شوید. خلاصه، عیسی مسیح مشکل گناه و رنج را با صعود به آسمان حل نمود. او از آسمان بر روی زمین کار می کند تا گناهکاران را نجات بخشد و تمام افراد شریر را به زیر بیندازد تکلیف برای هفته آینده اول شما به این سوال چه جوابی می دهید که پاسخ درست یا مناسب به خدا در مقابل کاری که او برای ما انجام داده چیست؟ ما به این سوال فردا پاسخ خواهیم داد. فردا به این برنامه توجه کنید. دوم کتاب های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www. نقطه دو تا نقطه نت مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم d o T A NET. سوم هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاید سازی از رادیو گوش کنید. مرا به نزدش میخواند محبوبم ایسا از آن من است ای منجی آسمانی تو تنها نور جهانی ای منجی آسمانی آن نور جهانی محبت تو بی انتهاست دیاغه بی بر من است محبوب من بر طرز هر محبوبیستم در این جهان محبوبم ایسا از آن من است ای منجی آسمانی من نور جهانی ای منجی آسمانی تو تنها نور جهانی امیدواریم این دروس باعث تشریح و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد شما می توانید از طریق شماره واتساب 2031-638-9298-9298 تکرار می کنم 2031-638-9298-9298 و همینطور ایمیل آدرس ورپرژن اد جیمیل کام با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianworldradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.